و همونطور که خدمتون ارز کردم در پی وقوع آتش سوزی مهیب در کلیسای جامعه نوتردام در پاریس که قدمتی تقریبا هزار ساله دارد رؤسای جمهور و شخصیت های برجسته دنیا به این واقعی اسفناک واکنش نشان دادند. جزیات بیشتر در گزارش سامان پژوهان. آتش سوزی مهیب کلیسای جامع نوتردام میراث تاریخی فرانسه با واکنش های بین المللی از سوی شخصیت ها و رهبران دنیا روبرو شد. قلب من همچون دیگران با آتش سوزی دیروز در پاریس به درد آمد ما شانه به شانه ای مردم فرانسه ایستاده ایم زیرا درمان این درد نیازمند زمان طولانی است یکی از اعضای پارلمان امروز به من پیشنهاد داد کمک مالی جمع کنیم ما امروز جعبه ای را بیرون مجمع عمومی قرار می دهیم تا درآمد امروزمان را اهدا کنیم ما باید کلیسای جامعه را بازسازی کنیم و این پیام مثبتی از سوی پارلمان اروپا خواهد بود دونالد تاسک رئیس شورای اروپا نیز از کشورهای عضو اتحادیه اروپا خواست تا در بازسازی این نماد تاریخی به فرانسه کمک کنند. کاردینال جیان فرانکو راواسی رئیس شورای مقدس فرهنگی واتیکان نیز روز سهشنبه اعلام کرد که واتیکان می تواند به عنوان مشاور فنی برای بازسازی کلیسای نوتردام با فرانسه همکاری کند. خانم الساندرا ولوچی سخنگوی سازمان ملل در ژنو روز سهشنبه گفت کمی زود است که مشخص کنیم دنیا چطور می تواند در بازسازی کلیسای جامع نوتردام به فرانسه کمک کند. ولی او اشاره کرد بازوی فرهنگی یونسکو مستقر در پاریس پیشاپیش به مقامات فرانسوی پیشنهاد حمایتی ارائه داده است. الیزابت دوم ملکه بریتانیا نیز در توییت خانواده سلطنتی از تلاش آتش نشانان در نجات سازه اصلی, اصلی کلیسا قددانی کرد و در ادامه نوشت در این دوره سخت فکر و دعای من با همه ای نیایش کنندگان کلیسا و فرانسویان است دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا مایک پنس معاون اول پرزیدنت ترامپ پرنس چارلز ترزا می، نخست وزیر بریتانیا، آنگلا مرکل، صدر آلمان، باراک اوباما، رئیس جمهور پیشین آمریکا و تعداد زیادی از شخصیت‌های فرهنگی و هنری نیز از وقوع این آتش‌سوزی مهیب ابراز تأسف کردند و همدردی خود را با فرانسه ابراز داشتند. سامان پژوهان، صدای آمریکا، واشنگتن.